به نظرم خیلی از مردم دارن به اون چه در شهرهای تحت مسئولیت دموکرات‌ها اتفاق میفته با انزجار نگاه میکنند. از خودتان بپرسید. من شبیه یک چپ افراطی هستم که عاشق آشوبگران هستم. واقعاً؟ درگیری لفظی نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا همزمان با ادامه اعتراض‌های خشونت‌آمیز. بایدن و ترامپ یکدیگر را مقصر می‌دانند. در 60 دقیقه امشب به آخرین نظرسنجی‌های انتخابات آمریکا می‌پردازیم و با دو مهمان صحبت خواهیم کرد. یکی استراتژیست جمهوری‌خواهان و دیگری روزنامه‌نگاری نزدیک به دموکرات‌ها. در ادامه برنامه امشب یه زمزمه‌هایی شنیدیم و شد مسئله روشن. نمون خود آقای خامنه‌ای برگشت خوش هر ده گفت که چین فاجعه هست. این مثل آب سیاهیست که روی نظام رفته میشه همه رو سیاه میکرده. بازگشایی مجدد یک پرونده 30 ساله. میرحسین موسوی چه زمانی از اعدام‌های سال 67 مطلع شد؟ راه دیگه کجاست و راه چاره کدومه؟ این رو از خوانندگان این آهنگ می‌پرسیم. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. با نزدیک شدن به انتخابات آمریکا، نامزدهای انتخاباتی با سرعت و قدرت بیشتری برای جلب نظر رای دهندگان وارد عمل شدند. همزمان آتش خشم و خشونت در چند ایالت آمریکا رو به افزایش است و در این بین دونالد ترامپ رئیس جمهوری و جو بایدن رقیبش از حزب دموکرات یکدیگر را مقصر می‌دانند. در درگیری‌های این مدت مردی منسوب به گروه‌های راستگرا در پورتلند اورگان کشته شد و دو نفر از معترضان به خشونت پلیس علیه سیاه‌پوستان هم در کنوشای ویسکانسن به قتل رسیدند. طرفداران دونالد ترامپ و جنبش حمایت از سیاه‌پوستان همچنان با هم در چند شهر درگیرند. دونالد ترامپ کمی پیش به شهر کنوشا رفت، جایی که در آن یک مرد سیاه‌پوست با تیراندازی پلیس فلج شده. شهردار کنوشا و فرماندار ویسکانسن از آقای ترامپ خواسته بودند که به آنجا نرود. مخالفان او را به دامن زدن به اختلافات و مانور تبلیغاتی متهم می کنند. همزمان عده جو بایدن را به بیعملی متهم کرده و می گویند کشور را به دست آشوبگران می سپارد. آیا نارامی های اخیر به نفع دونالد ترامپ تمام می شود؟ بیشتر به این موضوع می پردازیم. اول گزارشی ببینیم از سام فرزانه. If you entrust me with the presidency, I will draw on the best of us, not the worst. رای دهندگان آمریکایی در دو هفته گذشته از این دو مرد و هوادارانشان شنیدند که چرا هر کدامشان لایق تصدی پست ریاست جمهوری هستند و چرا اگر دیگری سر کار بیاید آسمان به زمین میرسد. اما آیا دونالد ترامپ رئیس جمهوری کنونی و رقیبش جو بایدن توانستند کسی را از اردوگاه رقیب به سمت خود بکشند؟ فعلا نتایج جدیدترین نظرسنجی میگوید که در میان رای دهندگان حمایت از آقای بایدن 47% و حمایت از آقای ترامپ 40% است. عددهایی که در هفته‌های گذشته تغییر چندانی نکرده است. در دو هفته گذشته دموکرات‌ها سعی کردند تا با انگشت گذاشتن بر آمار روزافزون کشته شدگان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا رئیس جمهوری آمریکا را مقصر نشان دهند. به نظر می‌رسد که رای دهندگان هم با این جمع‌بندی موافق باشند. در مقابل 40% که از مدیریت آقای ترامپ حمایت می‌کنند، 56% هم هستند که می‌گویند عملکرد او در قبال کرونا مناسب نبوده است. در انتخابات سال 2016 هم آقای ترامپ در نظرسنجی‌ها وضع خوبی نداشت. بسیاری معتقدند که رفتارهای آقای ترامپ گروهی از هوادارانش را شرمنده کرده و مانع از حمایت علنیشان از او می‌شود. کسانی که روز عمل در نهایت با آقای ترامپ رأی می‌دهند، همین برداشت از نتایج نظرسنجی هاست که آقای ترامپ را به واکنش واداشته. نتایج نظرسنجی که به دست من میرسد خیلی خوب است. بیش از 50% به نفع من است. به جز نظرسنجی قلابی شبکه ABC که هیچ اطلاعاتی درباره نمونه آماری جمهوری خواهان و دموکرات ها نمیدهد. در انتخابات قبلی هم همین کار را کردند. یک هفته به انتخابات 12% عقب بودم و بعد پیروز شدم. این خبرگزاری های قلابی حال به هم زنند.
در سال 2016 آقای ترامپ بزرگترین خطر پیش روی آمریکا را هجوم مهاجران غیرقانونی عنوان می‌کرد و راه حلش کشیدن دیواری در مرزهای جنوبی آمریکا بود. امسال اما او به هوادارانش می‌گوید که هرج و مرج و تخریب کشور را فرا گرفته است. اینها تظاهر کننده نیستند، اینها آنارشیستند، آشوبگرند، شورشیند، غارتگرند. این حرفا را که بزنید، بعضی از رسانه ها میگویند چطور جرأت میکنی از این حرفا بزنی؟ تظاهرات اینها مسالمت آمیز است. دور جدید اعتراض ها به خشونت پلیس علیه رنگین پوستان بعد از آن شروع شد که پلیس شهر کنوشا در ایالت ویسکانسین 7 گلوله به بدن این مرد سیاه پوست شلیک کرد. اعتراض‌ها به آتش‌سوزی و تخریب اموال خصوصی و عمومی منجر شد. گروهی برای مقابله با این معترضان با سلاح‌هایشان به خیابان رفتند. یکی از آنها نوجوانی 17 ساله است که حالا به اتهام قتل 2 معترض در بازداشت است. آقای بایدن که زیر فشار بود تا به خرابی‌های به بار آمده واکنش نشان دهد، در سخنرانی روز دوشنبه‌اش این کار را انجام داد. از خودتان بپرسید، من شبیه یک چپ افراطی هستم که عاشق آشوبگران هستم؟ واقعا من میخواهم از آمریکا محافظت کنم، در برابر کووید، در برابر جرم و غارت، در برابر پلیس‌های بد. روشن بگویم، میخواهم از آمریکا در برابر 4 سال دیگر ریاست جمهوری دونالد ترامپ محافظت کنم. آقای بایدن پیشتر در توییتی همین موضع را اعلام کرده بود و رقیبش را به چالش کشیده بود تا او هم خشونت طرفداران خود را محکوم کند. کاری که رئیس جمهوری آمریکا در نشست خبری روز دوشنبه حاضر به انجام آن نشد. حتی وقتی که مستقیم درباره آن نوجوان متهم به قتل از او سوال کردند. اون فیلم جالبی بود. او سعی می‌کرد از کسایی که دنبالش هستند فرار کنه. به زمین افتاد و خیلی وحشیانه بهش حمله کردند. ما موقعیت رو زیر نظر داریم. تحقیقات ادامه داره. اما به نظرم خیلی موقعیت سختی داشت. احتمالاً کشته می‌شد. این پرونده در حال بررسی. آقای ترامپ با شعار قانونمداری و حمایت از پلیس می‌خواهد قشر متوسط را به رأی دادن به خود تشویق کند. در مقابل آقای بایدن در حال تلاش است آقای ترامپ را عامل تنش‌های نژادی و مدیریت ضعیف شیوع ویروس کرونا معرفی کرده مانع از انتخاب مجدد او شود. سام فرزانه، بی بی سی در واشنگتن. نگار مرتضوی، روزنامه‌نگار طرفدار حزب دموکرات از واشنگتن با ماست. خانم مرتضوی، انتقادی که بسیاری از طرفداران حزب دموکرات دارند و عملکرد جو بایدن سکوت و بی‌عملی او بوده در روزهای گذشته، علت چه میتونه باشه؟ من فکر نمی‌کنم این خیلی دقیق باشه، چون گزارش خودتونم دیدیم که آقای بایدن، حالا من نمی‌خوام لزوما از همه عملکردش رو دفاع کنم، ولی آقای بایدن خشونت رو محکوم کرده در هر دو طرف از طرف هر گروهی. و نکته مهم دیگه که ما باید توجه کنیم که آقای بایدن مقامی نداره. آقای بایدن نامزد یک انتخابات در حال کمپین انتخاباتی. آقای ترامپ رئیس جمهور این مملکت، بالاترین مقام این مملکت، و در 4 سال گذشته نه تنها کمکی به پر کردن این شکاف بین، حالا اگه بگیم، دو گروه در جامعه نکرده، بلکه اون رو بهش دامن زده و حتی میبینیم که به طور ضمنی از خشونت اون بخشی از جامعه که طرفدار خودشان دفاع کرده. همین الان در گزارش خودتون بود، فردیه که متهم به 2 قتل عمد و تلاش برای قتل نفر سوم به 3 نفر شدید کرده، یکی از اینها دستش رو بالا گرفته بوده و آقای ترامپ به طور ضمنی از او دفاع کرده و خب اینها در واقع باعث میشه اتهاماتی که از طرف مقابل به اون زده میشه که نه تنها به حذف خشونت کمکی نمیکنه، بلکه به اون دامن میزنه و طرفدارانش رو در واقع جریتر میکنه. مثلا این بحثی که مثلا اسلحه اینا به تظاهرات آوردن، اگه قرار باشه همه افرادی که در آمریکا تظاهرات میکنن اسلحه با خودشون بیارن و به هم شلیک کنن، که خب واقعا تبدیل به صحنه جنگ میشه و این رو ما واقعا از طرف مقابل چنین چیزی نمیبینیم، حمایت از خشونت یا از مسلح بودن. و آقای ترامپ متصرف این که بگین که آقای بایدن الان کاری نیست، به هر حال آقای بایدن امیدواره که بتونه رهبر بعدی ایالات متحده باشه، چرا در مقام یک رهبر حاضر نمیشه؟ چرا هنوز به کنوشا نرفته؟
نه کاری نیست، منظورم اینه که مقامی نداره، یعنی شغلی نداره. 100% ولی داره تلاش میکنه که رای بیاره. نداره. تلاش داره میکنه رای بیاره. یعنی به عنوان یک نامزد انتخابات باید از خودش وجهه کسی رو نشون بده که میتونه این اعتراضات و همزمان نارامی ها رو کنترل کنه. نه ببینید، من وقتی میگم مقامی نداره به این معنی که آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور به گارد ملی دسترسی داره. بطور گارد ملی رو به یک شهر میفرسته، به ایالت میفرسته. یعنی درگیری هایی که با فرمانداران داره، با شهرداران داره و بخشی از این در واقع خشونتی که کشیده شده به خاطر اینکه مقام و قدرتی داره و در واقع فرمانده کل قوا این کشور محسوب میشه. ما دیدیم که اتفاقاتی که در واشنگتن افتاد، من خودم وسط اون تظاهرات بودم وقتی که نیروهای فدرال اومدن و تظاهر کنندگان مسالمت آمیز رو با گاز اشک‌آور کتک زدن و به عقب روندن که آقای ترامپ اصلا بتونه بره عکس بگیره. من وقتی میگم قدرتی نداره اینکه آقای بایدن نیروی نداره، گاردی نداره، پلیسی در اختیارش نیست، نیروی فدرالی نداره، گارد ملی نداره که بتونه به عنوان یه شخصی که مسئولیت داره یا شغلی داره. ولی اینکه میگین، من خودم هم گفتم نامزد انتخابات داره سعی میکنه در مقام کمپین انتخاباتی و من فکر میکنم بیانیه‌هایی که آقای بایدن داده اینکه خشونت رو از هر طرف مفهوم میکنه و این به طور ضمنی بعضی از طرفداران خودش رو هم شامل میشه، میشه نیروهای چپ افراطی که حالا اونها هم گاهی تظاهرات رو به خشونت میکشن و محکوم کرده. ولی آقای ترامپ حاضر نشده این کارو بکنه. حتی فردی رو که در تظاهرات شلیک کرده، دو نفر رو کشته، الان متهم به قتل عمد، پس حاضر نیست که محکوم. به تمام دلایلی که شما اشاره کردین به نظر میاد که آقای ترامپ اونطوری که منتقدانش میگن داره دامن میزنه به این خشونت ها و مانور تبلیغاتی، مانور انتخاباتی و میتونه بر رأی آقای بایدن تاثیر بگذاره. به گزارش نیویورک تایمز، شهروندان دموکرات کنوشا سوالش اینجاست که چرا بایدن نمیاد و فکر میکنید که چرا بایدن نمیره به کنوشا؟ من اونقدر به کمپین آقای بایدن نیستم، نزدیک نیستم، برای نمیتونم تمام تصمیماتشون رو قضاوت کنم، ولی چیزی که من میدونم اینه که شهردار کنوشا و فرماندار کنوشا از آقای ترامپ خواستن که به اونجا نیاد و گفتن این به خشونت دامن میزنه، بخاطر اینکه به عنوان به این چش دیده میشه که از یکی از طرفین این خشونت داره حمایت میشه. شاید این در واقع محاسبه یکی از طرف کمپین آقای بایدن هم انجام شده. بازم میگم من معتقدم مقام این دو فرد با هم فرق میکنه، چون یکیشون رئیس جمهور کشور، یکیشون عملا هیچ کاره است، فقط یک نامزد انتخاباتیه. ولی خب محاسبه نمیدونم چی، اما اینو باید در نظر بگیریم شهردار و فرماندار که هر دو دموکرات هستن از آقای ترامپ خواستن که به کنوشا نیاد، بعد از اینکه تصمیم گرفته بیاد ازش خواستن که نیاد علارغم میل اونها آقای ترامپ رفته. نکته دیگه هم مهمه در مورد ایالت ویسکانسین، من بگم ویسکانسین ایالتیه که بعد از سالها رای به دموکرات ها، دوبار رای به باراک اوباما، دوبار رای حتی به بیل کلینتون، خانم کلینتون نتونست اونجا پیروز بشه، هیلاری کلینتون شکست خورد با رای بسیار کم، کمتر از 1%، آقای ترامپ اونجا پیروز شد و در واقع محل اصلی مبارزه بین دو حزب یا بین دو رقیب هست و ایالتی که آقای بایدن در واقع میخواد دوباره رایش رو به دست بیاره. و خب این در واقع دعواها و این نبرد انتخاباتی هم خیلی توی همه این داستان و خشونتش و برخورد دو رقیب در این ایالت مهمه. یکی از خطوط تبلیغاتی که کمپین آقای ترامپ داره دنبال میکنه خط لا ان اوردر، نظم و قانون، و به نظر بعضی از ناظران انتخابات آمریکا معتقدند که داره از ترسی که در بعضی از شهروندان آمریکا ایجاد شده در پی شورش های بعضن مخربی که اتفاق افتاده استفاده میکنه. فکر میکنید که دموکرات ها در این زمینه چطور عمل کردند؟ آیا تونستند این نگرانی که در عده ای از آمریکایی ها به وجود اومده رو آروم بکنند؟ خب ببینیم، به هر حال ما میبینیم که این اتفاقات خشونتبار افتاده و مرتب هم داره بدتر میشه، ولی باز هم وقتی که ما میگیم دموکرات ها، حالا من نمیخوام بگم عمل کرده همه دموکرات ها کاملا مثبت بوده، ولی وقتی ما میگیم دموکرات ها، مثلا دموکرات ها کی هستن؟ شهردار یک شهر کوچک یا فرماندار یک ایالت، خیلی مقامشون با رئیس جمهور که از بالا به این خشونت ها در 4 سال گذشته مرتب دامن زده، مقام اینا فرق می‌کنه. ولی خب بسیار از خشونت ها در ایالت های دموکرات اتفاق افتاده، در شهرهای دموکرات اتفاق افتاده، جایی که دموکرات ها پلیس رو به دست دارن، در واقع قانون رو و این نظم رو به دست دارن و خب نتونستن این خشونت ها رو کنترل کنن. اما به هر حال اون چیزی که ما از کاخ سفید می‌بینیم و نه فقط از خود آقای ترامپ، از اطرافیانش و از کاخ سفید، اینه که این نظم و قانونی که ازش صحبت میکنه ظاهرا فقط برای بخشی از جامعه است، فقط برای طرفداران خودشه. اگر طرفدار آقای ترامپ بره در تظاهرات شلیک کنه، به 3 نفر 2 نفر رو بکشه، ازش طرفداری میشه از بالاترین مقام جامعه. ولی اگر مثلا پلیس به یک تظاهر کننده غیر مسلح شلیک کنه، از پشت رو بکشه یا زخمی کنه یا فلج بکنه، اگر سیاه باشه، اگر دموکرات باشه، مهاجر باشه،
این طرفداری برای نظم و قانون از بالاترین مقام کشور برای اون دیده نمیشه و این اولین بار نیست. در 4 سال گذشته ما در واقع این روند رو از طرف آقای ترامپ. بعضی از ناظران انتخابات آمریکا میگن که دموکرات‌ها روی یک تیغ دو لبه هستند. از یک طرف طرفداران جنبش حامی سیاه‌پوستان که به احتمال زیاد به دموکرات‌ها رأی خواهند داد، بخش عمده ایشون، از طرف دیگه سفیدپوستانی که به دموکرات‌ها نزدیک هستن و میخوان بهشون رای بدن ولی همزمان نگران امنیت در شهرهاشون هم هستند. فکر میکنید که این موازنه به چه شکل ممکنه تغییر بکنه؟ یعنی هر موضع‌گیری دموکرات‌ها الان میتونه باعث ریزش رای از یکی از این طرفین بشه؟ بله، و ما این رو در واقع مجمع ملی دموکرات‌ها دیدیم که جو بایدن و تیمش، در واقع دموکرات‌هایی که مجمع رو تشکیل داده بودن، به نظر میومد که سعی کردن اون پیام وسط رو به میانه ها نزدیک‌تر بشن. حتی تعدادی از جمهوری‌خواهانی که دیگه طرفدار آقای ترامپ نیستن رو به این مجمع دعوت کردن، ولی ما از اون طرف از جناح پیشرو، از جناح در واقع چپتر حزب دموکرات کمتر شنیدیم و خب انتقاد از طرف اونها به آقای بایدن بود که بیشتر داره سعی میکنه که رأی میانه ها یا دموکرات ها یا جمهوری خواهان یا دموکرات هایی که ریزش کردن، همونطور که گفتم، در بعضی از ایالت ها رو بگیره. من خوشبینم به کمپین آقای بایدن. نهایتا بالاخره آقای بایدن کسیه که دو بار از دو انتخابات سربلند بیرون اومده، روی برگه انتخاباتی با آقای ترامپ پیروز شده در همون ایالت هایی که خانم کلینتون پیروز نشد، در واقع شکست خورد. به هر حال جو بایدن با آقای اوباما و اتفاقا جو بایدن فردی بود که برای جذب رأی میانه دموکرات ها به تیم آقای اوباما اضافه شده بود و فکر میکنم شانس خوبی داره. البته باز هم پیش بینی 100% و نهایی خیلی سخته. ما دیدیم سال 2016 اکثر پیش بینی ها غلط از آب در اومد، ولی خب تا اینجا به نظر میاد آقای ترامپ خودش با دامن زدن به این خشونت ها شاید به اون بخش اصلی طرفدارانش در واقع خوراک داده باشه، ولی به کلیت رأی خودش ظاهرا کمک نکرده و داره ضربه میزنه به محبوبیت خودش. متشکرم. نگار مرتضوی، روزنامه‌نگار با ما. جنیفر کرنز، استراتژیست جمهوری خواه و میزبان آل امریکن رادیو از کالیفرنیا با ماست. خوش آمدید به برنامه. میدونیم که مقام های محلی کنوشا از آقای ترامپ خواستند که به این شهر نره. دلیل پافشاری آقای ترامپ چیه؟ خب اگر با جانشین سابق فرماندار ویسکانسین صحبت کنید، او گفتش که خیلی مردم استقبال میکردن در ویسکانسین از این ملاقات، از این دیدار، و همینطور با بعضی از مقام های مذهبی اونجا قراره که دیدار کنه، جایی که تیراندازی انجام شد. و من فکر میکنم که باید به تمام داستان در اینجا دقت کنیم. ما اینجا یک فرد متهمی داشتیم که داشته از پلیس فرار میکرده، یک فرد متهمی که مسلح بوده به یک چاقو و داره از دست پلیس فرار میکنه، و یک مظنونی هستش که یک ماشین رو میخواسته بدزده و در واقع کلید این ماشین رو، سویچ این ماشین رو از زنی که زنگ زده بوده به سرویس های امدادی دزدیده بوده. و بنابراین بچه های هم در ماشینش بودن که پلیس ها این زن رو داشتن که ممکنه بچه ها رو بوده باشه. بنابراین باید کل داستان و همه جوانب داستان رو در نظر داشت، و دیدار پرزیدنت ترامپ از هم به نظر من در این لحظه مناسبه برای اینکه مردم نیاز دارن که صدای رهبرشون رو بشنون. بخش‌های زیادی از روایت شما هنوز در دست تحقیق و قطعی نیست خانم کرنز. هرچند سوال اینجاست که اساساً حتی اگر فرد دزد هم باشه، چندین بار شلیک کردن و فلج کردن او برای بسیاری از سیاه‌پوستان در آمریکا سواله. اما سوال اینجاست که ادبیاتی که آقای ترامپ در روزهای گذشته استفاده کرده، از جمله اینکه بگه که فردی که متهم به قتل عمد بوده به دلیل اینکه درگیر بوده، ناچار بوده این کار بکنه، چه کمکی به وضعیت پرآشوب امروز آمریکا میکنه؟ ببینید، ما در آمریکا بسیار رنج بردیم از شورش هایی که در خیابون های ما در هر شب در این 96 روز اخیر در انجام شده برقرار بوده، و مردم آمریکا کم کم دارن از این قضیه کلافه میشن و حوصله‌شون سر میره. و این رو هم در نظرسنجی ها که محبوبیت رئیس جمهور نشون میده
دیدیم. مردم از پیام جو بایدن خسته هستند و مردم خواستار حکمرانی قانون هستند، خواستار نظم و قانون هستند. و از این در این چند ماهی که از زمان کشته شدن جورج فلوید شاهد بودیم، مردم تحمل کردند شورش ها رو، غارت ها رو، آتش زدن ساختمان ها و بیزنس ها و کسب و کارهای مردم بیگناه رو. و حالا وارد یک وضعیتی شدیم که اپوزیسیون یعنی دموکرات ها میخوان که شما آزادی بیان نداشته باشیم. ما دیدیم هفته پیش در همگیری در کنفرانس گرد همایی حزب جمهوری خواه دیدیم که این اوباش جمع شدن اونجا و سعی کردن که این رویداد رو مختل کنن. بنابراین ما میبینیم که مردم آمریکا به شدت از این وضعیت ناراحت هستن. خیلی از طرفداران دموکرات هم ناراحت هستن، میگن این حزب دموکراتی نیست که ما در همه این سالها دوستش داشتیم و ما خواستار غارت شهرها و مردم بیگناه نیستیم و خواستار محدود کردن آزادی بیان هم نیستیم و برای همینی که مردم دارن به پرزیدنت ترامپ رو میارن. این دلیل ساده قضیه است. عده‌ای معتقدند که دغدغه امروز اکثر مردم آمریکا مسئله فراگیری کرونا و بیکاری چند ده میلیونی آدم هاست و معتقدند آقای ترامپ داره تلاش میکنه که افکار رو منحرف بکنه با دامن زدن به این درگیری ها. نظر شما چیه؟ من فکر می‌کنم چیزی که شما میگید در نهایت مردم آمریکا باید تصمیم بگیرن و ما این رو در نظر سنجی می‌بینیم که این کمپین راجبه چیه و دستمایه‌ها، تم‌های اصلی این کمپین چیه. و الان موضوعات اصلی ما نظم و قانون و حکومت نظم و قانونه. در نهایت اولویت اصلی مردم امنیت اونهاست، امنیت شخصی اونهاست. شما بدون نظم و قانون چیز دیگر نمیتونید داشته باشید. نمیتونید بیزنس خودتون رو جلو ببرید، نمیتونید آزادی اقتصادی داشته باشید، نمیتونید به بیمارستان ها برید. ما دیدیم که این در پورتلند، در سیاتل مردم حتی اجازه نمیدن این شورشی ها که آمبولانس ها برن اونجا، مردم نمیتونن به بیمارستان ها مراجعه کنن. بنابراین اگر که ما نظم و قانون نداشته باشیم، جامعه اصلا نمیتونه که به جلو بره و کار کنه. بنابراین این به وظیفه و این حق مردمه که تصمیم بگیرن که موضوعات اصلی این انتخابات چیه و به نظر من امنیت و نظم و قانونه. متشکر از شما جنیفر کرنز، استراتژیست جمهوری خواه. پرونده اعدام گسترده زندانیان سیاسی در تابستان سال 1367 ابهام‌های زیادی دارد. هزاران عضو و هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران و بعضی گروه‌های چپ مخالف حکومت که بعضی از آنها سالها قبل محاکمه و به چند سال زندان محکوم شده بودند، در جریان این کشتار به چوبه‌های دار سپرده شدند. اخیراً عفو بین‌الملل نامه‌هایی از آرشیوش منتشر کرده و گفته که این نامه‌ها نشان می‌دهد که از 25 مرداد به دولت میرحسین موسوی نخست وزیر وقت در مورد آغاز موج تازه اعدام‌های سیاسی هشدار داده شده بود. این سازمان از سیاست انکار دولت آقای موسوی در ماه‌های پس از کشتار انتقاد کرد. اما بعضی فعالان و ناظران سیاسی این ادعا را رد می‌کنند. در این مورد با رها بحرینی از عفو بین‌الملل و محمد جواد اکبرین، فعال سیاسی، صحبت می‌کنیم. اما اول گزارشی ببینیم از جیاره کنیم. داستان اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی در سال 1367 داستان مرگ هزاران جوان ایرانی است. من یک دونه مادر، این همه زحمت کشیدم. داستان مادران، پدران، همسران و فرزندانی است که هیچگاه ختمی برای عزیزانشان نداشتند. حفظ خود اسلام از جان مسلمان هم بالاتر است. در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ نمیشه. مشغول جنگ بود، مشغول اقتصاد بود، رفت به قوه قضاییه نداشت. 32 سال بعد این داستان گریبان مقامات وقت و حال حکومت ایران را ول نمی کند. میرحسین موسوی نخست وزیر وقت ایران بود. او بارها گفته دولت او نقشی در این اعدام ها نداشت. از خودش دفاع نکنه و برخورد قاطع نداشته باشه. در دی ماه 1367، حدود 7 ماه پس از اعدام ها، شبکه تلویزیونی اتریش در مصاحبه با آقای موسوی از او درباره نقض حقوق بشر در ایران می پرسد.
Neue Berichte über Menschenrechtsverletzungen dämpfen sicherlich das Heimweh vieler Iraner im Ausland. Der Premier zu den Hinrichtungsvorwürfen. Das Problem, das wir mit der öffentlichen Meinung im Ausland haben, liegt daran, به نظر میاد سوال خبرنگار اتریشی درباره اعدام‌های سال 67 بوده. آقای موسوی از جواب مستقیم به این سوال تفره میره، اما در عوض به مسئله حقوق بشر در فلسطین اشاره میکنه و همچنین به عنوان مثال درباره عملیات مرساد یا همون عملیات فروغ جاویدان سازمان مجاهدین صحبت میکنه و میشه گفت در این مصاحبه ایشون به نوعی از عملکرد حقوق بشر حکومت ایران در اون موقع دفاع میکنه. سوال اینجاست، آیا میرحسین موسوی در هنگام این مصاحبه از اعدام‌های دست جمعی خبر نداشته؟ در هفته‌ها و ماه‌های پس از اعدام زندانیان، فعالان سیاسی مخالف حکومت ایران در خارج از کشور و سازمان‌های حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل در نامه‌هایی به مقامات ایران خواهان توقف اعدام‌ها شدند، اما در آن هنگام نه دولت، نه وزارت خارجه و نه سفارتخانه‌های ایران به هیچ یک از این نامه‌ها جواب ندادند. نقش بنده چی بود؟ نوار صوتی میرحسین موسوی که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 ضبط شده نشان می‌دهد که او هنگام مصاحبه با تلویزیون اتریش از اعدام‌های دست جمعی زندانیان با خبر بوده است. در جلسه رأسی صوبه بودیم، یه زمزمه‌های شنیدیم شد مسئله روشن نمو خود آقای خامنه‌ای برگشت او شرده گفت که چنین فاجعه هست، این مثل آب سیاهی که روی نظام ریخته میشه همه رو سیاه میکنه، این باید برخورد بشه و جلوش ایستادگی بشه. این حرف ایشون بود. ما کمی دقت و اینا صحبت اینا معلوم شد که فاجعه بزرگی است. در چند دهه گذشته گفته شده که برخی از رهبران جمهوری اسلامی با اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی مخالف بودند، اما همه آنها به جز آیت الله منتظری برای دهه ها سکوت کردند. به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ می‌نویسند. من سهم پیش به آقای نرد کردم که ما رفتیم همچی بودی در دادگاه. افرادی که عامل این اعدام ها بودند نه تنها محاکمه نشدند، بلکه در چند دهه گذشته پست های مهمی در دولت و در دستگاه قضایی داشتند، از جمله ابراهیم رئیسی رئیس کنونی قوه قضاییه و مصطفی پور محمدی وزیر سابق دادگستری در دولت حسن روحانی. ژیورگل، بی بی سی. برای گفتگوی بیشتر رها بحرینی پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل در استودیو با ماست. خانم بحرینی، به شما انتقادهای مطرح شده در روزهای گذشته درباره صحت اون مصاحبه تلویزیونی با تلویزیون اتریش که درش گفته میشه که در واقع عفو بین‌الملل میگه که به نظر میاد که آقای موسوی در جریان بوده، اما منتقدان شما میگن که چنین برداشتی نمیشه از این فایل تصویری، واکنش شما چیه؟ با سلام به شما و بینندگان. ببینین، بحثایی که صورت گرفته کاملا مخدوشه و مشخص نیست که منتقدان در مورد چه موضوعی صحبت میکنن. اگر ما داریم در مورد مقطع آذر 67 صحبت میکنیم که تمام جهان از کشتار 67 مطلع، مکاتبات مکرری بین نماینده های ویژه جمهوری اسلامی ایران در ژنو و نیویورک با مقامات سازمان ملل صورت گرفته، در این مکاتبات به موج کشتارها اشاره شده، مقامات ایرانی و وزارت خارجه در جلسات حضوری تا نوامبر یعنی تا آبان 67 انکار کردند. در آذر 67 قبل از این مصاحبه‌ای که ما دیدیم، مجمع عمومی قطعنامه منتشر کرده، به موج اعدام‌های سیاسی اشاره کرده. در دوباره قبل از این مصاحبه یک گزارش تکون دهنده سازمان عفو بین‌الملل در آذر 67 منتشر کرده که برای اولین بار بعد از کشف گورهای جمعی در تهران بوده و این موضوع در صدر اخبار جهان قرار گرفته. و در آذر 67 مقامات ایرانی مورد تماس رسانه‌ها قرار می‌گیرند. در اتریش مصاحبه آقای موسوی بوده، در انگلستان مصاحبه کاردار سفارت ایران در لندن با بی بی سی جهانی بوده، در فرانسه در دی ماه 67 مصاحبه آقای رفسنجانی با خبرگزاری فرانسه بوده و در تمام این مصاحبه‌ها یک خط دنبال شده. هر زمان که مصاحبه‌گر در مورد خبرهای اعدام‌های
سیاسی پرسیده، مقامات به صحرای کربلا زدند و شروع کردند در مورد عملیات مرصاد صحبت کردند. به همین ترتیب در مکاتباتی هم که بین سازمان ملل و مقامات وزارت خارجه دولت وقت صورت گرفته، در ابتدا کشتار رو انکار کردند، یعنی ما اینها رو به مفصل در گزارش اسرار بخون آغشته در فصل 6 توضیح دادیم با نقل قول‌ها و لینک‌های گزارشات سازمان ملل. کاتبه ها ابتدا انکار کردن و گفتن اصلا کشتاری صورت نبوده، مثلا در مکاتبه‌ای در نوامبر و بعد به دنبالش ملاقات حضوری بین محمد جعفر محلاتی که نماینده جمهوری اسلامی ایران در ژنو در نیویورک بوده با گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل با آقای محلاتی، انکار میکنن که کشتاری صورت گرفته و میگن که اکثر کشته ها در جریان عملیات مرصاد بوده. بنابراین اگر منتقدان دارن در مورد پاییز 67 صحبت میکنن، اصلا اینکه آقای موسوی میدونسته یا نمیدونسته دیگه بحث اصلا موضوعیت نداره، برای اینکه جهان میدونسته و انتقاد عفو بین‌الملل در این بازه زمانی سیاست انکار و تحریفیه که از سوی تمام مقامات وقت و کادر وزارت خارجه صورت گرفته، علاوه بر این که در مکاتبات این سیاست انکار و در مصاحبه‌های رسانه‌ای در پیش گرفته شده. فعالین عفو بین‌الملل ما از طریق رجوع به آرشیو عفو بین‌الملل میدونیم که در پاییز، زمستان و حتی بهار 68 ملاقات هایی با سفارتخونه های ایران در فرانسه، هلند، ژاپن، کانادا و بسیاری کشورهای دیگه داشتن. مجددن تمام سفرا یا کاردارها در این ملاقات ها که مکتوب هستن در آرشیو عفو بین الملل وقوع کشتار رو انکار کردن. یک بحث دیگه اطلاع داشتن دولت آقای موسوی از کشتارها در مرداد سال 67، زمانی که کشتارها در جریانن. در این مقطع اون چه که عفو بین الملل گفته اینه که اولین مکاتبه ای که با وزیر دادگستری و وزیر خارجه و سفارتخونه های جمهوری اسلامی ایران انجام داده 25 مرداده. در 25 مرداد اعدام ها شروع شدند. موج اول اعدام ها در که مجاهد زندانیان مجاهد را در بر می گرفته تا حد بسیاری پیش رفته. این اولین اقدام فوری عفو بین الملل در 25 مرداد ما امروز میدونیم یک روز بعد از جلسه آقای منتظری با هیئت مرگ در تهران بوده. این از سند نشون میده که حداقل از این تاریخ به بعد دستگاه وزارت خارجه و دستگاه دولت در جریان اعدام ها قرار گرفته، ولی هیچ قدمی برای توقف این اعدام ها، برای رسیدگی به رنج خانواده ها. شما بیاد بیارین که اولین اقدام فوری که امنستی در اون زمان منتشر کرده، هنوز این سازمان نمیدونه که چه فاجعه ای در زندان های ایران در جریان. فقط در این اولین بیانیه میگه که ما شواهدی حاکی از آغاز موج جدیدی از اعدام های سیاسی دریافت کردیم. همزمان ما میدونیم که خانواده ها مقابل مجلس، مقابل دفتر نخست وزیری تجمع داشتن قبل از حتی اولین اقدام فوری. روایتی از خانواده هایی است که نامه به دفتر نخست وزیری تحویل دادن، ابراز نگرانی در مورد سرنوشت عزیزانشون کردن. اول اونها رو پاسخ ندادن، بعد هم بهشون گفتن نگران نباشین، زندانیان مجاهد رو دارن حمله میکنن بهشون، زندانیان چپ رو قرار نیست حمله. بسیار خب، اجازه بدید محمد جواد اکبرین، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از پاریس با ما. آقای اکبرین از کسانی هستند که نقد دارن به این گزارش عفو بین‌الملل. آقای اکبرین شنیدید امیدوارم شنیده باشید صحبت های خانم بهر اینی رو، پاسختون. وقت شما بخیر. اول مشخص کنیم راجع به چی نمیخوایم صحبت بکنیم. ببینید بحث ما راجع به جنایت بودن اعدام های تابستان 67 نیست. این اقدام، اون فاجعه، به تعبیر خود آقای موسوی جنایته، به تعبیر خانم رهنورد با آب زمزم هم نمیشه شست. پس ما هیچ اختلاف نظری درباره فاجعه و جنایت بودن اون چه که در تابستان 67 اتفاق افتاد نداریم. این یک. یه لحظه اجازه بدید خانم بهرینی، هنوز صدای شما رو نمیتونن بشنون. از اتاق فرمان خواهش میکنم که صدای استودیو رو باز بکنن که خانم بهرینی بشنون صحبت های آقای اکبرین رو. آقای اکبرین بفرمایید. خواهش میکنم. متشکرم. عرض کردم که ما در جنایت بودن اون چه که در سال 67 اتفاق افتاده هیچ اختلاف نظری نداریم. دومین چیزی که
دربارش اختلاف نظر نداریم این هست که آقای موسوی به عنوان نخست وزیر با خبر شده. اختلاف کجاست؟ اختلاف اینجاست که ادعا میکنن که ایشون با خبر بوده نه با خبر شده. یعنی خود آقای موسوی هم گفتن که بعد از آغاز فاجعه مطلع شدند و ادعای دست کم میز ایران عفو بین الملل این هست که ایشون با خبر بودند. نکته سومی که مهمه و مورد بحث ماست اینه که میز ایران عفو بین الملل و سرکار خانم بحرینی ادعا کردند که در مصاحبه‌ای که آقای موسوی با تلویزیون اتریش داشتند اونجا انکار کردند جنایت 67 رو. این هم طبیعتاً داده نادرستیه که ما سرش اختلاف داریم. یعنی نقطه اختلاف رو اول باید مشخص بکنیم. ما در جنایت بودن ماجرا و مسئول بودن تمام کسانی که در اون دوره مسئولیت داشتن از جمله نخست وزیر وقت بحثی نداریم، همه باید پاسخگو باشن. اما این دلیل نمیشه که ما از اعتبار سازمان عفو بین الملل خدای نکرده سوء استفاده بکنیم یا غفلت بکنیم. من متهم نمی کنم میز ایران رو، غفلت بکنیم و داده ای رو منتشر بکنیم که این داده نادرست. آقای اکبر، نکته انتقاد اولتون رو فکر می‌کنم خانم بحرینی نشنیدند. با دو مورد بعدی رو شنیدن. اولین نقدتون رو میشه تکرار کنید لطفا؟ اولین نقد نبود، اولین تأکید بر نقطه اشتراک بود که ما با سازمان عفو بین الملل هیچ اختلافی سر این که این فاجعه جنایت بوده نداریم. بله. خود آقای موسوی هم رو این تصریح کردن و خانم رهنورد هم گفتن که با آب زمزم هم نمیشه شد، سر این اختلاف نداریم. خب خانم بحرینی، شنیدید آیا از دید عفو بین الملل آقای موسوی با خبر شدند یا با خبر بودند؟ قبل از اینکه من به این موضوع پاسخ بدم، با سلام به آقای اکبرین، اولا ما میز ایران عفو بین الملل نداریم. عفو بین الملل یک سازمانه که هر سندی که منتشر میکنه از مراحل متعدد ریویو از بخش حقوقی و نهایتا مدیریت و بخش رسانه میگذره و در وبسایت رسمی این سازمان منتشر میشه. بنابراین نه شخص من و نه دیگر همکارانی که در تیم تحقیق ایران هستن خودمختاری در این زمینه دارن. در عفو بین الملل به صورت رسمی در گزارش اسرار بخون آغشته و بعد در بیانیه‌ای که در خصوص این ویدیو منتشر شده در سایت امنستی موجوده. دوم، در مورد این مصاحبه، در این مصاحبه به طور مشخص ما از خبرنگار عارف میشنویم که در مورد اعدام ها از آقای موسوی سوال پرسیده و آقای موسوی در مورد اتهامات نقض حقوق بشر و آقای موسوی در پاسخ به اتهامات نقض حقوق بشر و اعدام ها شروع میکنن میگن اینها قرار بود، یکی از مواردی که به ما ایراد گرفته شده بود عملیات مرصاد، اینها قرار بود به ایران حمله بکنن، ما چیکار میکردیم؟ آیا دروازه‌های تهران رو باز میکردیم؟ ما سرکوب میکردیم؟ نظام در این زمینه گذشتی نداره. این که شما آقای اکبرین به من پاسخ بدین، این که از یک نخست وزیر در بحبوحه‌ای که کشف گورهای جمعی، خانواده‌های داغدار در سراسر ایران و هزاران زندانی اعدام شدند و از نخست وزیر وقت کشور در مورد این اعدام‌ها سوال میشه و ایشون در مورد عملیات مرصاد صحبت میکنن، در مورد اتهام نقض حقوق بشر از ایشون صحبت میشه و در مورد عملیات مرصاد صحبت میکنن و بعد در مورد چند فرهنگی و اینکه حقوق بشر یک مفهوم غربی صحبت میکنن، این چه معنایی داره؟ بحث ما بحث شخصی نیست. همونطور که امروز عفو بین الملل سیاست وزارت خارجه ایران و جمهوری اسلامی رو به نقد میکشه وقتی آقای ظریف میگه ما زندانی سیاسی نداریم، همینطور که در مورد اعتراضات آبان وقتی میان به کشته شدگان میگن اغتشاشگر و ما مقابل این روایت های جعل میستیم، اون چه که در بخش 6 گزارش عفو بین الملل پرداخته شده سیاست تحریف و انکار مقامات وقت بوده. فقط هم تمرکز روی آقای موسوی نیست، در اون بخش به
محمد جعفر محلاتی، به محمد مهدی آخونزاده، عبدالله نوری پرداخته شده و در گزارش 200 صفحه‌ای به هیئت مرگ در استانهای مختلف ایران پرداخته شده، به 15 شهرستان پرداخته شده و ما به یک مجموعه نگاه می‌کنیم، مجموعه‌ای که در این جنایت دخیل بوده. مسئله آخر در مورد اینکه آقای موسوی کی مطلع شدن، من مجددا میگم بحث ما شخص آقای موسوی نیست، این شما دوستان و طرفداران هستین که حق شماست به عنوان فعالان سیاسی که بحث رو سیاسی میکنین. عفو بین الملل در مورد مقامات وقت صحبت میکنه. این مقام وقت میتونست آقای رفسنجانی باشه، میتونست خامنه‌ای باشه، از بخت و تحولات سیاسی ایرانه که اون مقام وقت آقای موسوی بودن که امروز شما از طرفدارشون هستین. من بذارین اینجا ببخشید نکته آخرم بگم که وقتی که قربانی نقض حقوق بشر شدن در 10 سال گذشته به عنوان یک انسان که قربانی چنین حصر ظالمانه‌ای شدن، هر سال در گزارش‌های سالانه عفو بین‌الملل درخواست آزادی ایشون مطرح شده و به حق عدم دسترسیشون به مراقبت‌های پزشکی اشاره شده، ولی به عنوان مقام وقت مسئولن که اون سیاست انکار و تحریف رو پاسخگو باشه در موردش. آقای اکبر. ممنونم سرکار خانم بحرینی. ببینید، اول ادعا کردید که اونجا بخش ایران به صورت مستقل نداره، اینطور که من فهمیدم از حرفتون، در حالی که ما سندی رو دیروز در سایت کلمه و سایت زیتون دیدیم که منتشر شد. خانم آن هریسون، وکیل ارشد سازمان شما، نایب رئیس پیشین بخش خاورمیانه شما و وکیل هماهنگ کننده وکلای عفو بین الملل به صراحت در پاسخ به نامه‌ای که یکی از فعالان جنبش سبز برای ایشون نوشته اظهار نظر می‌کنن درباره بخش ایران عفو بین الملل و میگن اون چیزی که بخش ایران عفو بین الملل ادعا کرده از این ویدئوی آقای موسوی بر نمیاد. یعنی آقای موسوی این صحبتی که با تلویزیون اتریشی کرده انکار رو نمیشه ازش اثبات کرد. پس معلوم میشه بخش ایرانی وجود داره در و دست کم همکار شما به ما پاسخ دادن. آقای اکبرین، خانم آن هریسون در اون نامه میگن نه قابل تایید نه قابل تکذیبه، یعنی اون بخش اون مصاحبه تلویزیونی اونقدر مشخص نیست که بشه ازش نتیجه قطعی گرفت. بله، ولی رو این تصریح میکنن که با این نمیشه اثبات کرد که ایشون انکار کرده. اینو در نامه ایشون ما میبینیم، کما اینکه نمیشه در واقع نفیش کرد. این نکته اول که راجع به بخش ایرانش میفرمایید، یعنی میخوام بگم اگه من اشاره کردم به بخش ایرانش به خاطر استناد به نامه ایست که همکار شما در پاسخ ما نوشتن، وگرنه اینکه در داخل اون سازمان چه مناسباتی وجود داره اطلاعی ندارم. نکته دوم، ببخشید من میتونم به این نکته پاسخ بدم چون که یه لحظه اجازه بدید، شما میتونم پاسخ مدیریت عفو بین الملل اجازه بدید من صحبت این سه تا نکته رو من بگم بعد شما بفرمایید. نکته دومی که فرمودید درباره اون که از آقای موسوی سوال میپرسن، اختلاف ما همینجاست، من از شما میپرسم سوال خبرنگار وجود داره؟ صدایی از سوال خبرنگار وجود داره؟ از دو حالت خارج نیست، یا صدا وجود داره و شما صدا رو قطع کردید که ما نشنویم خبرنگار سوالش درباره چیه، یا سوال وجود نداره توی اون فیلم. اگر سوال وجود نداره شما به چه اجازه ای ادعا می کنید که سوال خبرنگار اینه که درباره اعدام ها می پرسه، ضمن این که در پاسخ آقای موسوی مطلقاً کلمه ای اشاره به این اعدام ها نیست و داره درباره عملیات فروغ جاویدان و حمله مجاهدین به ایران صحبت میکنه. این نکته دوم. نکته سوم که میفرمایید بنده به عنوان حامی آقای موسوی در این مسئله وارد شدم، ببینید عدالت خط قرمز ماست. اگر قراره کسی پاسخ بده به این که داره کار سیاسی میکنه یا نه، بنده ای نیستم که مقاله سرچ کنید قربانیان اسلام ناب رو درباره نقش آقای خمینی و نگاه آقای خمینی به اعدام ها نوشتم و صریح ترین نقد رو اونجا به فاجعه 67 آوردم. اگر سوالی وجود داره، سوال از شخص شما سرکار خانم بحرینی، شما در به گواهی صفحه توییترتون در 2 سال گذشته فقط یک بار و اون در تاریخ 17 دسامبر 2018 یعنی نزدیک به 2 سال پیش یک بار اسم آقای رئیسی رو میبرید در پاسخ به یک نفر که از شما میپرسه چرا تمام تمرکزتون رو گذاشتید رو آقای
موسوی عامر آقای خمینیه، مجری هیئت مرگی که شاخص‌ترین عضوش الان رئیس قوه قضاییه است که آقای رئیسیه. دعوا سر آقای موسویه که مطلع بوده یا مطلع شده. شما چرا تمرکز گذاشتید رو آقای موسوی؟ با. شما اونجا یک بار اسم آقای رئیسی رو میبرید در طول این دو سال. بسیار. هرگز در صفحه توییتر شما نامی از آقای رئیسی نیست، ولی ده ها بار نام و عکس آقای مهندس موسوی تکرار میشه. فرصتمون محدوده. آیا این عجیب نیست؟ این رفتار سیاسی نیست؟ متشکرم آقای اکبری، فرصتمون محدوده. در 30 ثانیه اگر که جمع بندی کنید. ببخشید 30 ثانیه کافی نیست، برای اینکه اولا در خصوص مسئله میز ایران مدیریت عفو بین الملل به بی بی سی ایمیلی فرستاده که توضیح داده که موضع گیری بین الملل موضع گیری رسمیه که روی سایت خانم آن هریسون وکیل نیستن، مشاور حقوقی هم نیستن. خانم آن هریسون در بخش رایزنی عفو بین الملل فعالیت میکنن با سازمانهای بین المللی و ایشون در موضع شخصیشون یک ایمیل رد و بدل کردن بدون اینکه اطلاعی داشته باشن که قرار این ایمیل مورد چنین استفاده‌ای در عرصه عمومی قرار بگیره. و موضع گیری عفو بین الملل اون چه هست که در گزارش اسرار بخون آغشت اومده. من اینجا از موضع از زاویه شخصی در این برنامه حضور نیافتم، بنابراین در مورد صفحه توییترم صحبت نمی کنم. توییتر صفحه شخصی منه. من به عنوان نماینده عفو بین الملل اینجا هستم. عفو بین الملل به عفو بین الملل به اعضای هیئت مرگ پرداخته و این که ببخشید من فقط این جمله رو بگم، این که مشخصا بحث در مورد کسانی همچون آقای موسوی به دلیل اینه که در سیاست انکار و تحریف نقش داشتن و مسئله اینه که کسانی مثل شما مسئولیت دارین که اتفاقا از همه کسانی که اطلاعاتی در این رابطه دارن حقایق رو روشن کنن، بگن در جلساتی که حضور داشتن چه صحبتی بوده، محل گورهای جمعی کجاست. فرصت نشد ما در مورد مرداد 98 و صحبت‌های ایشون صحبت کنیم. در فرصت ایشون در کل جنایات دهه 60 رو اصلا انکار میکنن در جلسه مرداد 98. متاسفانه آیتم‌های دیگه در برنامه داریم، بعد بهشون برسیم. آقای اکبرین لطفاً اگر در 30 ثانیه. ایشون گفتن که بحث رو من شخصی کردم، چون ایشون بحث رو شخصی کرد و گفتن که شما از طرفدار آقای موسوی هستید، من خواستم بگم نه، بحث طرفداری نیست، موضع سیاسی از خط قرمز عدالت هیچی کم نمی کنه و در واقع خانم بحرینی باید سیاست پاسخ اخلاق بدن رو ایجاب میکنه و اخلاق یعنی در 32 سالگرد کشتار 67 کنار خانواده های داغ میده خانم بحرینی اجازه بدید حقیقت رو از همه مقامات خانم بحرینی آقای اکبرین بفرمایید. شما اخلاق رو رعایت کردید که در طول دو سال نامی از آقای رئیسی نبردید ولی ده ها بار آقای موسوی رو متهم کردید. آقای رئیسی در آقای رئیسی متشکر از هر دوی شما. ببخشید دیگه فرصت نداریم. رها بحرینی پژوهشگر سازمان عفو بین الملل و محمد جواد اکبرین تحلیلگر مسائل سیاسی ایران. 29 کودک و زنی حامله در بین 176 مسافر هواپیمای اوکراین بودند که در صبح 18 دی ماه پارسال هدف شلیک پدافند هوایی سپاه پاسداران قرار گرفت. دورسا قنچی 16 ساله یکی از آنهاست. نوجوانی هنرمند و سازنده ویدیوهای انیمیشن. مریم افشنگ در گفتگو با علیرضا قنچی پدر دورسا نگاهی کرده به زندگی این هنرمند نوجوان و ویدیویی که چندی پیش از سقوط هواپیما ساخته. پر از شور و انرژی برای خلق کارهای هنری و قصه گویی با کمک تصویر. دورسا قنچی 3 روز قبل از تولد 17 سالگیش در هواپیمای اوکراین جان باخت. پدرش میگوید از 3-4 سالگی نقاشی کشیدن را شروع کرد. یادمه که یه تصویری از یک پرنده کشیدش که مدرسش در مورد اون نقاشی میگفت از هر زاویه نگاه میکنی احساس پریدن رو توی این تصویر میبینی. شاید یک نقاشی کودکانه است در هر صورت، ولی همه نقاشی دورسا حس داشتش. از 12 سالگی شروع کرد به طور خودآموز با نرم افزارهای انیمیشن کار کردن. خیلی زود با گروهی 4 نفره شروع به کار کرد که مسئول نورپردازی و طراحی حرکت بود و از 14 سالگی به طور حرفه‌ای وارد بازار کار انیمیشن و ساخت ویدیو شد. این اواخر توی 2-3 سال گذشته از این راه اصلا کسب درآمد می‌کردش. یه کانالی داشتش توی که هنوز هستش توی یوتیوب به نام مکسی. از اون طریق و از طریق کمپانیایی که باشون در ارتباط بود که توی مراسم‌های دورسا خیلی از اونرهاش اومدن و از ایشون به عنوان یک نوجوان آینده دار
اسم بردند. از لحاظ من و به دیدگاه من، دورسای من یکی از آدم‌های باهوش ایرانی بود که میتونست آینده خیلی خوبی داشته باشه، میتونست خیلی مطرح کنه اسم ایرانو و ایرانی‌ها بهش ببالند. نه تنها در نگاه پدرش هنرمند بود که اطرافیان هم هنر او را تحسین می‌کردند. تو مراسم یاد بودی که براش گرفته بودند تو مدرسه، یه نمایشگاهی از آثارش گذاشته بودند که حتی نماینده مجلس، در واقع نماینده آنتاریو شرکت کرده بود. دو نفر سه نفر از این آقایون شرکت کردند و برای دورسا ویژه براش یاد بود نوشتند و الان یه دیوار از یکی از قسمت‌های مدرسه اختصاص داده شده به آثار دورسا و فکر می‌کنم تا زمانی که این مدرسه هستش یاد بوده دورسا رو اون دیوار همیشه هستش. به عنوان یکی از دانش آموختگان اون مدرسه و یکی از هنرمندان اون مدرسه، دورسا سه سال توی مدرسه میشل ژان پابلیک اسکول بودش که هر سه سال، یعنی سال چهارم دیگه دبیرستانش رو نتونست تمام کنه، هر سال جایزه های آرت رو که همیشه میگرفتش از مدرسه. که جالب برای من اینجا هستش که توی دو سال اخیر علاوه بر اینکه به عنوان شاگرد هنرمند نمونه مدرسه شناخته میشدش، توی دو سال اخیر هم جایزه مت یا ریاضی هم بهش دادند. یعنی دو تا هوش در واقع هنرمندانه و هوش ریاضیش جفتشون فعال بود و از جفت اینها استفاده میکردش. Cause now the party's over and everyone is ready. زمان سفر به ایران ویدیویی برای پدرش میفرستد که با محتویات و فرم کارهای قبلیش متفاوت است. داستان مهمانی کودکانی که در نزدیکی صبح به آسمان میروند. موقعی که داشت میرفت ایران این ویدیو رو برای من فرستاد، من فکر میکنم این ویدیو رو صرفا برای علاقه خودش ساختش یا شاید اون روزها آینده رو پیش بینی میکردش. البته این یک کمی شاید گفتنش خیلی سخت باشه، ولی در هر صورت گویی که مثلا از آینده یا اتفاقی که برای کودکان و نوجوانی که توی اون هواپیما هستن اون روایت داره اونا رو نشون میده. تمام اتفاقات تلخ و غم انگیز و واقعا متاثر کننده اون هواپیما مجددم برای من زنده شد. موقعی که این ویدیو رو دیدم موی تنم سیخ شد و اینکه چرا نزدیک به این فاجعه این ویدیو رو ساخت و اصلا چی در ذهن یا چه در قلب دورسای من گذشت، هنوزم که هنوزه من گوش فکر میکنم و هنوزم که هنوزه متعجبم. عروسکی از ویدیوی دورسا از آسمان به زمین میرسد. عروسکی که میتوانست مال هر کدام از کودکان کشته شده هواپیما باشد. نکته قابل تأمل این ویدیو قسمت آخرش هستش که تأکید میکنه که تا ابد راز این اتفاق باقی خواهد موند و هیچ کسی نخواهد دانست که چه اتفاق و چه رنجی بر ما وارد شد. 8 ماه از شلیک 2 موشک سپاه پاسداران و سقوط هواپیمای اوکراین گذشته، اما هیچ چیز نتوانسته غم و یاد عزیزان از دست رفته را برای علیرضا قنچی کم رنگ کند. دورسا برای من همیشه حضور داره مثل پارسا. من خیلی وقتا صداهاشون میشنوم، حتی اگه بگم که بعضی وقتا بوهاشون رو میشنوم تعجب نکنید. به عنوان کسی که باشون در من زندگی میکنم این واقعیتی هستش که در من جاری هستش. دکتر علیرضا قنچی نه تنها دورسا که پارسای 8 ساله و فایزه فلسفی همسرش را پس از 23 سال زندگی مشترک از دست داد. فقط الان چیزی که همه ماها میخوایم، همه پدران بی فرزند میخوایم، این است که واقعیت‌های این فاجعه گفته بشه و اینکه در پشت این اتفاق چی بوده و چرا اون صبح زود نکبت‌بار
با دو موشک به خانواده های ما حمله شد. مریم افشنگ، بی بی سی. کرونا زندگی خیلی‌ها رو زیر و رو کرد. برای بسیاری تبعات کرونا منفی بود و برای عده‌ای مثبت. از جمله کسانی که از تجربه کرونا راضی هستند، دو هنرمند ایرانی، نیاز نواب و اروین خاچیکیان بودند که به ناچار هر دو در کشوری بجز کشور محل اقامتشون گیر افتادند. گیر افتادن همان و خلاقیت و انتشار اثری جدید همان، اثری به نام دنبال یه راه دیگه. هر دو این هنرمند مهمان امشب برنامه ما هستند. خوش آمدید به برنامه هر دوی شما عزیزان. از اینکه چه شد که در واقع در کشور ثالثی گیر افتادید در پی کرونا به ما توضیح بدید. سلام رنا جان، خوشحالم که امشب با هم هستیم. در مورد این آهنگ، اینو من سالها پیش تو پاریس به خاطر مشکلاتی که پیش اومده بود و راه حلی براش پیدا نمی‌کردیم، یعنی من به شخص اینو در واقع این آهنگ متولد شد و تو این دوران که توی کرونا اوایلش بود گیر کرده بودیم، اومدیم توی کانادا و با اروین تکمیلش کردیم که این ویدیو در واقع آهنگ به دست من و ویدیو هم به دست اروین، یعنی همه چی با هم به دست هم دیگه درست شده بود که یعنی درست کردیم. آقای خاچیکیان، برای شما چطور تجربه بود؟ این خب این دوران فکر کنم واسه تمام دنیا یه لحظات عجیبی بود. واسه ما هم همین که ما تو کانادا بودیم و نمیتونستیم برگردیم به هم به آمریکا و نیاز به فرانسه، ما تصمیم گرفتیم که بهترینمو با این شرایط خیلی سختی که داشتیم انجام بدیم. دوستان خوبی داشتیم تو این شرایط که ما رو کمک کردن، حسین عموشایی که به ما یه خونه خوشگلی دادن تو تورنتو که ما تونستیم اونجا چند ماه باشیم، بعد الانم تو ونکوور حسین سفری و پری سفری با ایشون هستیم تو ونکوور. این دوران هر چی سختی آدم میکشه، اگه آدم واقعا بخواد یه راه حلی، یک چیز مثبتی میتونیم از این مسائل پیدا کنیم که ما فکر کردیم با طرز فکرمون و بتونیم با این کار دنبالی راه حد یک مدت باشم، یک خوشحالی واسه مردم بیاریم. بسیار عالی، بذارید بخشای از اثر جدیدتون رو با هم ببینیم. Ladies and gentlemen, put your hands together for Niaz and Erwin. ممنون از نیاز نواب و اروین خاچیکیان. فکر می‌کنم که ویدیوی کامل رو روی صفحه اینستاگرامتون میتونن بیننده ها برن ببینن. ممنون از وقتی که به ما دادید و ممنون از شما که با این 60 دقیقه همراه بودید. مراقب هم باشید.